locations, آره. if it's not fully especially geolocated, it can move from 68% to 88%. پایان نامش بچه ها در مورد اینه که بذار من از صداشو کم کنم که بتونم حرف بزنم. پایان نامش در مورد اینه که استخراج منابع رو کره زمین هزینه هاش خیلی زیاده و تو پروپوزال پی‌اچ‌دی‌شون یه سیوی رو پیشنهاد دادن که در واقع هم منابع مالی کمتری برای کشف معادن طلا و مس منابع کمتری استفاده بشه و ثانیه گرین تر باشه، یعنی انرژی فسیلی انرژی کمتری پاک. انرژی پاک استفاده بشه، انرژی فسیلی کمتر استفاده بشه جهت استخراج منابع کوپر و گولد، مس و طلا. فرداد بچه ها یکی از شاگرده من بود که یادتونه یه کوچ داشتم، جکی رو بود، هرالد بود، فقط لاین پوش میداد، بعد اون موقع هرالد 2 بود فکر کنم، بعد الان شده آرکان، یعنی تا آرکان داداش اومده بالا و الان هم داره پایان نامش رو تو هلند دفاع میکنه. یکی از شاگرده خودمه، منتها شاگرد 2 تا 2. مینوایل دانشجو دکترا هم هست توی هلند و الان داره دفاع میکنه دیگه. رشتهش اکتشاف معدن قسمت اکتشاف. بعد معدن دو حالت داره، یا اکتشاف یا استخراج دیگه، و الان در مورد اکتشاف معدن اونم روی کوههای چیز، روی یک کوههای ایران داشته توی چیزش کار میکرده، توی تحقیقش من خوندم. اینجا هست علامت تعجب فرداد اگر بزنی چطوری موجی اینجا نوشته، اینجا یه اینجا چیز دانشگاهشه، پیج دانشگاهشه برای دفاع فرداد. اینجا نوشته بود چی؟ آها کوه 5 مثلا روی متالوجنیک بلف این ساوث ایسترن ایران، کمربند متالوجنیک اینجا روی این کار کرده. به خاطر اینکه اینا پژوهششون ماهواره‌ای دیگه، به خاطر همین از تو هلند بر اساس دیتاهای ماهواره‌ای رو منابع ایران کار کرده. دقیقاً. و توش هم توضیح داده، گفته که اینا هنوز چیز نشده، یعنی امتحان نشده. مین موضوعش هم اینه که در واقع من یه ذره اینو کم میکنم، فقط یه سری توضیح بهتون بدم. اینا هم که خودش هست دیگه، حالا چیزایی که داره توضیح میده. در واقع اکتشاف معادن اینطوریه که یه سری ریسک داره، یعنی مثلا شما فکر میکنی که آقا من الان این منطقه رو بکنم مس در میاد از توش، خب ولی خب این خیلی هزینه داره این کار. اگه کندی مس در نیومد چی؟ یه سری ابزار هست که با یه تخمینی با یه ریسکی حدس میزنه که آقا اینجا معدن مثلا توش مس داره یا نداره، طلا داره یا نداره مثلا، که حالا با اشعه های مثلا مختلف میزنن برگشتش رو نگاه میکنن ماهواره ای و مثلا حدس میزنن که هست یا نه، ولی این یه ریسکی داره. کلن تحقیق فرداد در این مورد که آقا یک روش جدیدی یا در واقع ادغامش با یه سری روش های دیگه که چجوری این ریسک رو بیاری پایین، یعنی به احتمال بیشتری بتونی پیش بینی کنی که اینجا واقعا معدن وجود داره. افیشنت تره، یعنی کارایی آره داره، افیشنسی اینو میبره بالا. احسن، تشکر کردن ازش. اینجا هم صحنه چیزه، حالا دفاعش اومدن، بذاریم چه اتفاقی میافته. آره ببینیم چی میشه. اینا داورن، اینا که اومدن نشستن داورن، اومدن نشستن جلو ها. حتی فکر کنم آره. وسطی خودشه، وسطی این خودش. این فردا ده این این حتی تو نمیبینی موسو، ولی این وسطی آره. ولی میدونم از اون سه تا وسطیه وسطی. اون که ازش عکس گرفت ماشین لرنینگ هم داشتن. جالبه، بگو بگو. آره دیگه میشه نداشته باشن اصلا. الان ببین، الان دیگه تقریبا تو هر رشته ای، خب مثلا تو این دو سه سال اخیر الان روانشناسی هم همینه. فکر کنم دفعه پیش اتفاقا گفتم تو یکی از استریمامون گفتم، یعنی الان مثلا تو بخوای پی اچ دی جا اکسپتت کنن، اینکه ماشین لرنینگ بلد باشی، با کد زنی های شیوه های دیتا ست های هوش مصنوعی بتونی کار کنی، یا پژوهشت آنالیز هات بر مبنای ماشین لرنینگ و
آنالیز های پیچیده داده کاوی باشه یه پوانه خیلی راحت تر اکسپت آره. مثلا یه حتی مثلا قدیم SPSS بود مثلا تی مستقل تی وابسته مثلا اینا دیگه تمومه تقریبا بازی الان باید بیشتر بری تو این سمت که بگی آقا من ماشین لرنینگ خفن تو پژوهش هم دارم شیوه های آماریم شیوه هایی که دارم از داده های هوش مصنوعی استفاده میکنم بابا بابا با. اینجوری حالا الان بذار من تصویرشو داشته باشم خب الان خبری نیست تا خبری نیست موافقی یه ذره بگیم مثلا چه جوریه پی اچ دی فهم کنی به درد بچه‌ها بخوره آره چرا که نه این یوتیوب هم میره فقط بچهای لایو نیستن بچهای یوتیوب آره. اینو به عنوان یه گیمر سایکولوژی متفاوت میذارم توی یوتیوب چون خیلی متفاوته دیگه جلسه پایان نامه دفاع دکترا واقعا بونس قشنگ آره ببین ما تو دوره تحصیلی آکادمیک که انتهاش میشه PhD یعنی دکترای فلسفه فیلسوفی آف نمیدونم چی دکترایت شما سه تا مقطع داری لیسانس داری ارشد داری و دکتر یعنی بچلر مستر و PhD یا دکترایت آف فیلسوفی یه حوزه ای چجوریه همونطور که هممون لیسانس یا بچلر رو خوندیم بچلر عموما 140 138 150 تا کردیت خب هستی با من در ایمان چون من آره؟ تصویرتون رو نمیبینم الان بذار میخوام یه کاری کنم هر جفت رو ببینم بعد ببینی بفهمم اگه اتفاقی افتاد آره خب بگو الان بعد ببینی آه الان داری به من نشون میدی ببینم تو دیسکورد تو کامرامو نداری تو دیسکورد کامرای تو رو دارم خب الان من اوکی شم الان دارم میبینم الان دارم فردا دارم میبینم میخواستم حرفامو بتونم با تایم تنظیم کنم این الان منتظره تو لیسانس که تو 145 تا واحد اصولا درس اینه بچه ها فردا میری سر کلاس میشینی و پاس میکنی انتهاش بعضی از رشته ها مثلا یه کارورزی داره یه پژوهشی داره خیلی از رشته ها هم نداره که عموما اون کارورزی و پژوهش و اینا تو لیسانس خیلی چیز جدی نیست آها تو مستر مثلا بگیم این تو ارشد میشه 70-30 70% باید سر کلاس بشینی و کردیت پاس کنی و واحد پاس کنی 30%شون پایان نامه آخره که بازم از نظر من خیلی اون پایان نامه هم هنوز چیز جدی چی شد این کی بود من یکی اومد سه تا عصا کوبید زمین حالت پاپ توریه انگار آه از اون بالا دارم آره دیدی اومد سه تا عصا اینه عصای مرلین قشنگ کوبید هم به احترامش بلند شدن و ببینیم اینا لباسای اینا هیئت علمی ان دیگه اینا پروفسورای دانشگان که در واقع اون لباسهای تو ایران هم ما این لباسا رو داریم دیگه شبیه همینه بال. واقعا the king coming دن دن آره آهنگشو باید پخش کنیم خشن آهنگ پشت زمینه رو باید بذاریم آه اومدن اینجا تازه چیز کنن اینا تازه اومدن من احساس بکنم فرداد هنوز هیچی نگفته تازه یه ابسترکت گفته آره دیگه تو برای کسایی که نشسته بودن توضیح داد من چیکار کردم آها خلاصه پس چه this public meeting of the doctorate board of the University of Twente I would like بذار من این تیکش رو توند بگم تا اینا میشین in particular to the family and friends of candidate اونجا از اینجا تازه صدا بعد PhD عموما میشه 60-70 به نفع پژوهشه 30% ممکنه تو کردیت داشته باشی یعنی تو دوران PhD تو دوران دکترا بیشتر تحقیق تو دیگه یه موضوع جدیدی واقعا مثل کار ایشون یا آقا من یه شیوه جدیدی دارم ارائه میدم برای اینکه اکتشاف معادن هزینه های سوختی و مالیش کم بشه مثلا بیشتر پژوهش هست که بخاطر همین هم از خیلی طول میکشه چند سال ممکن 4-5 سال تو درگیر این باشی تا بتونی پایان پروپوزالی که ارائه کردی و اون گروه پژوهشی اساتید دزد پذیرفتن کار کنی تحقیق کنی و بیای در این روز پایانی ازش دفاع کنی نم داره پابلیک دیفنس فراد میگه کاندیدا بلش بیا جلو سه تا یه چیز با منزه رو بگم واژه رو ببین پابلیک دیفنس یعنی تو در برابر جامعه داری از خودت دفاع میکنی خاطر اینکه یک ایده دادی باید دیفنس کنی ازش به صورت عمومی که آقا ایده که من میگم درسته مثلا خیلی خفن پابلیک دیفنس
اما میگم آیا قبول داری؟ آه فکر کنم اینا کسایی که کمکش کردن. بزنیم چی میگه؟ من از صداشو بلند کردم. I have a number of remote sensing questions for you. Actually focusing on the spectra. So throughout your document, but for example also in chapter 2, you are presenting band ratios. And you're using these band ratios to then classify what's going on the ground. You present these band ratios as is. Like here are they, this is what I'm using. Can you explain to me why these band ratios? Dear highly learned opponent, thank you very much for the questions. So میگه چرا توی فصل دو band ratio های اینجوری گفتیم من از این ها استفاده کردم چرا از این ها استفاده کردیم identify in spectral geological remote sensing or spectroscopy is that specific absorption feature that is identified in compared to other mineral spectra that we have based on the number of bands we have and the other limitations or other properties of the spectral or target spectrum we are looking for. So in this case for Sentinel-2, that's for instance I'm giving you an example from the chapter 2, is that 11 over 12 shows absorption sure. of aluminium hydroxide. No, it's for yeah. Or if I go to Aster, for instance. Or other satellite, it shows the depth of an absorption feature which is identical, and if you compare them with the other minerals, it shows that okay, where we have the higher abundance of that mineral in the map. So I can, for instance, say 3/1 in Aster, and it shows the iron oxide. Or 7/1. Aster, رو من نفهمیدم یعنی چی. Master. Aster. آره استر من سرچ هم کردم نفهمیدم نه ناحیه است فکر کنم 25 and those 25 are here but 19 are just only shown in chapter 3 but indeed they are 25 that if you go to the appendix you will see all the sample برای آوردن مسکی فکر کنم برای آوردن یه سری سمپل های کوه ها از ایران به هلند مشکل داشته there is no formulation for it to say if او سمپل هم آورده سمپل آورده برده هلند داره در مورد همونو ازش میپرسه but I believe based on the geological map of the area we have two main lithological units which are granodiorite unit and dacite and dacite unit so یه ذره صبر کنید توی موقعیت خوب دوباره موضوع کلی پایان نامه رو بهتون توضیح میدم در همین حد بدونید که مربوط به زمین شناسی و اکتشاف معدنه خانم خیلی هم داداش جدیه ها این هم من سوال میپرسید من کرکوپرم میریم شلوارم رو خیس میکردم من اگه جلو اینا بودم فقط قیافه شونو ببینیم why all of them in the same direction not in the same direction in different directions oh they are so to the north to the south to the east to the west but all at the same time all at the same time yes why well because we are taking satellite images our gps has جواب اینو بلده the product we are using Aster level 2 surface reflectance is not fully located or spatially corrected so it might have some errors and we wanted to know by shifting it to the to different angles and directions how much total accuracy would change and that change how much affects the total accuracy that we have so that was the main reason for that thank you خب جواب اینم thank you professor de Beers are you satisfied with these answers ازش حالا نمیدونم در مورد سمپلش بود یا ماهواره ها گفت چرا همه از یه لوکیشن گرفته و من یه لوکیشن نگرفتم چهار تا لوکیشن مختلف گرفتم این دی سیم تایم هم گرفتم همزمان گرفتم خب چرا؟ خب بخاطر اینکه نمونه هم دقیق تر باشه. او استاد لایو هم هست. بسم الله. زنده باشید.
اینم استادش ایرانیه فکرم استادش نه اکسنت فارسیه بخیل پالو گفت با Are you satisfied with the answer یارم گفت yes گفت جوابش خوب بود As you know, we have different geological models for the porphyry copper deposits. In different environment, the model is changing. Like I can say that. این استاد راهنما شد چت فکر کنم. The erosional level, the میدونی هست ولی فکر کنم ایرانیه هر کی هست چون به نظر میاد خیلی فارسیه انگلیسیش خیلی فارسیه آره تو هم لک خوردی من لک خوردم لایف برای من گیر کرد یه ریفرش بکن آره exploration approach in another area with different صدا میاد آره صدا شد چت این کلن فرداد رشتش اکتشاف معدنه و پایان نامش در مورد اینه که چه روش بذار اینا ها نه این استاده هم حتی ازش سوال کرد داوره داوره اینا definitely it's true if we move from for instance in this case from Kupanj if we move to Darazar or Sarcheshme definitely the models would operate differently maybe worse than what they are working now but the insight or the main message is to show the methodology to show the relationships of the modelings and we want to It's like opening door in the modeling to say, okay, with this way we can start make our localized models. داره از این موضوع دفاع میکنه. داوره فکر کنم سوالش این بود. گفت خب اگه مدل تو رو برداریم ببریم یه جا دیگه ممکنه کار نکنه. گفت آره قبول دارم. موضوع اینه که من دارم ارائه میدم که اگه ما از فیبای جدید و مدرن مدلینگ برای اکتشاف استفاده بکنیم مثلا خفن تر از متدولوژیش بیشتر دفاع کرد دقیقاً الان بهتون میگم فرداد کیه چت but what you see is a propylitic alteration at the surface because the erosional level is low خب اینا تخصصیه بذارید من یه چیز بهتون بگم فرداد یکی از بچه‌هایی بوده که با من کوچ گرفته یعنی از شاگردای دوتامه و همونی که جکی رو بود هرالد بود اگر ویدیوش یادتون باشه الان هم تو دوتا شده آرکان هم داره پایان‌نامه دکتراشو تو هلند دفاع میکنه الان یعنی توی هلند داشت دکترا میخون رشته اکتشاف معدن و پایان‌نامه‌ش هم در مورد یه سری روش جدیدیه که هم ریسک اکتشاف معدن رو میاره پایین یعنی شما وقتی میخواید یه جایی رو بکنید هزینه داره دیگه حفاری کنید وقتی فکر میکنید یه جای معدن مس مثلا ممکنه بکنی مس نباشه قبلش یه سری روش هست که پیش بینی میکنه این اون ریسک اون پیش بینی رو میاره پایین یعنی احتمال اینکه تو درست حدس بزنی اینجا معدن رو میخواد بیشتر کنه افیشنت تر بکنه اون اکتشاف رو و از انرژی های پاک استفاده کرد توی پایان نامه ان شاء الله من دوباره صدا رو زیاد میکنم ببینیم چی میگه آره وقتی میگیم گیم بازی کردن به درس خوندن صدمه نمیزنه اینم نمونهش First of all we asked for expert we asked experts to do the weightening and we were just provide them the literature review and then the formation situation of the active mines around these within this region. So this is how they have done the weightening, and yeah, that's how the propylitic zone got the. آره لباس استادارم نشون داد حالا می‌بینی. Weight of evidence, which is data-driven method, and if you compare them with weight of evidence, it got even negative weight, which means like its presence. Has negative impact on exploration of copper deposits but I totally understand what you mentioned درس خوندم به گیمش صدمه زده که آرکانه دیگه
هرالد بود داداش آرکان شد تو این فاصله. We didn't have sample from propylitic zone for chapter 3, 4, 5. خیلی هم باهوشه فرداد. خیلی خیلی باهوشه. Spectroscopy then we would have better knowledge and then maybe we could provide more information to the experts. And as you know these knowledge driven methods are based on the knowledge we have at the moment. They may change within 5 years and we get the content, I'm sorry interrupting you. آره حرفش رو قطع میکنه ترسناکه. The other actual exploratory data like geophysical data, the geophysical data that you have not actually addressed in your thesis like magnetotelluric, for example, that they have deep penetration. خیلی حرفاشون تخصصی هستن. من فقط واژه عمومیشو میفهمم. داوره رو کم کنم. عموما دفاع دکترا دیگه تو اون مرحله، یعنی تو وقتی میرسی به این مرحله کار تمومه. یعنی قبلا چک و چونه ها زده شده، کامنت ها رو دادن، اگر تو شیوه متدولوژی پژوهشه، تو رفرنسات، تو فصل دو ایرادی هست اصلاح کردی اومد. اینجا نهایتا ممکنه بازم بگم برو دو تا چیز رو درست کن ولی بازم تمام. قبول کنه یا نه تا درست. آره یعنی نه نه نه، حالا دیگه این دیگه خیلی بابسته به اون داورا و استاد راهنما و تیم پژوهشی و اینا، ولی یه تو آره تو وقتی به این مرحله میرسی دیگه پی اچ دی رو میگیری به احتمال خیلی زیاد، یعنی درست تموم میشه. خیلی خیلی بعیده که یکی بگه آقا نست دفاع شما پذیرفته نیست، برو از اول. شاید بشه ولی خیلی پاسیبیلیتیش کمه. وای به جلسه هم الان وای به مثبتیه، یعنی کیشکی خیلی آفنسیف تا الان صحبت نکرده، همه رسمی و ساینتیفیک دارن صحبت میکنن ولی آفنسیف نبوده. کسی بدفاز نیست رو فرزاد اگه بخوام خودمون فرداد. آره بدفاز نیست دقیقا. فرداد باید بچه 30 سالش باشه دیگه، نمیشه دیگه کمتر باشه. الان بهتون میگم چند سالشه. فرداد 31 یا 2 سالشه. 2 سال هم بزرگتره. Definitely true. I would say the point you mentioned is completely true. If I had time to go back before publishing the paper, I would definitely. تو ما 24 نفر دارن لایو میبینن. داره میگه که حرفت درسته، اگر زمان داشتم برگردم عقب این چیزی که تو گفتی رو هم توی تحقیقم انجام میدادم. حالا چی بود نمیدونم. حرکت خوبی زد. دیالوگی استراتژیک درست رفت. And that's the reason of we are doing data integration. باباشم استاد دانشگاه با هنره، دست خوش نمیدونستم. I assume and they all have false negatives, false positives. So if we put them all together, they are completing each other. And چرا تو دفاع موز و کاپکیک نچیدن؟ The integration was the main. دفاعی ما آخه اینطوریه. نه نه نه، حالا میگم چرا. به خاطر اینکه عموما تو دفاعها تو این سالن دفاع صورت میگیره، بعد میرن توی سالن دیگه، بعدش افتر پارتی داره دفاع، اونجا آدم ها پذیرایی میشن، مثلا میخورن میدوشن، آهنگ پخش میشه، میزنن میرقصن. فقط تو ایرانه که همه چی قاطیه، مثلا داور داره موز میخوره، داور داره موزم میخوره، از تو سوال میپرسه، میدوشن میدوشن، اینجا دارن میدوشن طرف. Professor Ranjbar? Oh, Professor. Are you satisfied with the answers? Yes. Professor Ranjbar, گفتم ایرانی. Ranjbar. گفت Are you satisfied with the answer? گفت Yes. یعنی جوابش قانع کننده بود. فراد گفت آره. Dear candidates, I very much enjoyed reading your thesis. So naturally, I have some questions I would like to ask. And I'd like to start with chapter number 5. هر پروفسور انا یعنی فول دکترا چی میگم بابش؟ تو فارسی چی میگیم؟ پروفسور استاد تمام، استاد تمام. Measured against predicted copper values. Are you looking for correlations in your data? Well, your data are only as good as what you're provided. Your models are only as good as your data is what I meant to say.
could you tell me how you critically assessed the measured copper data that you used in this analysis? It was ICP-MS data which was provided to you. Yeah. Uh-huh. داره راجع به فصل 5 مقالهش صحبت میکنه که میگه آقا این دیتایی که در مورد استخراج مس ارائه کردی و میتونی به من بگی چطوری اینو استخراج یه همچین چیزی پرسید راجع به روشش پرسید؟ آره حمله کرد، قشنگ حمله کرد، گفت ریزالتات خیلی با مدلت میخونه. In terms of the lab accuracy I did not receive any information regarding like what model of ICP machine used for it, but we had the duplicate samples to control. So I used the duplicate samples to make sure that the data are trustable or not. So how well did the duplicate samples agree with one another? Sorry? What was the agreement between the duplicate samples? I'm not fully remember, but I think it was more than 0.9. Okay, so if you were to draw an error bar, میگه بیشتر از 90 درصد دوتا سامپلی که ما گرفتیم یکسان بوده نتیجه‌ش، یعنی یه جورایی دابل چک کرده و درست بوده مدلش طبق چیزی که من فهمیدم. Of course, you're looking for correlations on this diagram, so we need to know how confident we are about each colored square, each colored symbol on the diagram. So if you were to draw some error bars on either side, would they be larger than the symbols or smaller than the symbols? I think small. در دیگه سوال خیلی ریز ازش میپرسه. Yeah, it's of course you're looking for correlations on these diagrams, and in many cases they seem to be controlled by just a part of the data set. So if I'm looking at page 100 in the upper panel, it's the eocene granodiorite which behaves differently to everything else, and that's giving you a trend which is going off to the right hand side, and that's controlling your correlation. چقدر دقیق میخونن کارتو، مثلا میگن اینجا تو صفحه 100 تو فلان جا این به نظر میاد که این همینه، چیزی که مثلا تو نوشتی با داده های خودت، مثلا اون کورلیشن رابطه‌ای که به دست آوردی مثلا با این فقط. چرا حالا آخرش چرا یه چرا میذاره تاش تیچر میشه copper mineralization, and you see that they are most of the high copper content are located within the potassic zone, and to fit the line the problem is that okay the model is underestimating them because it's overestimating the background value. آه به نظر میاد روی این قضیه هم مسلط فردا. Change in order to make the best R square and fit to the data. Ultimate set. دیگه اسپل رو سیف کرده بود، بله بله آ رو زد، همون رو میره شیلدش کرد، آ رو زد. به هنوز یه آنخ داره فکر کنم، یه بار بمیره زنده میشه تو دفاع. میگه حالا اگه بخوای بهترش کنی چی کار میکنی؟ I think I would not do it like that because it's like if I want to give a general example, it's like I want to measure the weights, but weights of human, elephants, mice, so it's mixed. I would separate them. So just weights of human, elephants. میگه بخوام بهترش کنم مثلا بین آدم و فیل و موش و اینا، اینا رو ویت وزناشو جدا میکنم مثل که الان جدا نشده توی این تحت. And if I have more data like Gaussian and propylitic zone, that would be more specific, because with this one we are generalizing the models. Generalized models, of course, definitely have should include also uncertainties, and that's why we are having lower R squared. میگه مدلی که من ارائه دادم یه مدل کلیه، برای اینکه بخوایم اسپسیفیک ترش کنیم داره در موردمون بحث میکنه که مدل ها خیلی تخصصی تر بشه. So the Kerm and Cainozoic magmatic arc is especially rich in copper. Why is that? میگه حالا چرا بیشتر روی کوپر و مس و اینا داری تمرکز میکنی؟ I hope I'm pronouncing Kerman, Kerman. Cainozoic magmatic arc. Kerman. Kerman. Kerman منظورشه. UDMB. So it's enriched. Why is that? Why is there more copper in this region? میگه چرا توی این ریجن مس بیشتره. Out of my knowledge, but as far as I know,
out of my research domain scope, but میگه این تو ریسرچ من نیست ولی تا جایی که من میدونم has not the most copperminerization, but the northern part that we use for this study has the most plus high grade copper. میگه این منطقه کلن اونقدر از مس غنی نیست ولی قسمت شمالیش اونجایی که من انتخاب کردم باز بیشترین معادن مس توش هست. There was a research on this area that Dr. Reinsberg, Professor Reinsberg's colleague did. And it was on the northern part around 30 degrees. بر اساس یه تحقیقی هم داره میگه که دکتر رنجبر انجام داده. دکتر رنجبر انجام داده و میگه آقا تو بالاتر قسمت های شمالی این ناحیه همین کرمان ما میشه. از مس معادن قوی تری داره. There's a reason I'm asking this question because that's if you were to go further north or south, could you predict where the places are likely to be where you'd find the most copper? Yeah, that's actually a really good question. Food for thought. همون سوالی پرسید که دو قبلی هم پرسید. جواب علی خانومه. اون سوالم اینه. حالا با مدل تو اگه از این لوکیشن بریم جنوب یا شمال بازم میتونی پیش بینی کنی اونجا مس داره؟ Exactly the same as this area in terms of lithology, like having similar lithological units, similar hydrothermal alteration zones and patterns. میگه بعد دقیقاً همینجوری کار کنه. Then I would say of course the models are applicable, we can apply them. میتونیم اپلای کنیم برای جای دیگه. I would not promise anything regarding the output because it's not super well working here. So I assume with having those conditions we can apply them, but definitely a consideration should be taken into account. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. گفت پژوهش خیلی سوپر واو ورک نیست، یعنی خیلی کار خفنی نیست این کاره. آیتم یوز کرد که اچ پی خودشو برد. Dear candidates, I like that there is a hammer still on the screen which gives a sort of a the honest background behind the hammer. میگه روی چکش روی اسکرینه. I have some question about chapter 2. You are making a map of copper occurrence or probability of copper occurrence from a number of independent layers using the Vicor method. And while studying these independent layers, or the layers that you put in, which are in the table 1, with their classes and their contrast values and so on, I looked in the appendix where they are, and it occurs to me they all have the same source, or many of them have the airborne geophysics source with the sensors that are used there. And the level of details in the maps is fantastic. The number of samples that you have is low, and they are a bit grouped. So why do you first interpret the geophysical airborne data into something tangible, like profilic, phyllic, Gaussian, then use that in the method for Vicor? Why not just the signal of the sensor? Is this not a false correlation? I assume they are actually highly correlated. These میگه چرا مثلا مستقیم یه کاری نکردی اولش رو بهش ربط دادی بعد ترتیب بکنم آنالیزش رو اینجا موچشو گرفت بکنم. They're just reinterpretations of the same airborne geophysics. So if they're all highly correlated. حاجی من این پسر رو میشناسم، این چپیه رو، این معدن دانشگاه تهران درس میخونه. این چپیه فرزاد، این معدن دانشگاه تهران بود. اسمش یادم نمیاد. منم حد میزدم دو تا از هم کلاسیاشن که مثلا ساید اونن تو دفاع وایسادن. آها ساق دوشاشن از این اصطلاح استفاده. آره دیگه ساق دوششن. آره. Airborne geophysics, but how good is that? How well does this really represent a map of Gaussian or? دست خوش چقدر دنیا کوچیکه. سال بالاییمون بود توی چیز. یکی دو سال بالاتر از ما بود توی معدن دانشگاه تهران. These layers also must have an uncertainty, right? Definitely, yeah. That's what I also mentioned earlier. These data, I think, is the most data we can have from the region to do exploration. Of course, they are also having false positives and false negatives, definitely true. But the images you see here are exactly after processing outputs. But in order to integrate them, it's not written in the text, but what I have done is that
So I have also checked with the much detailed geological maps and information and reports to find that, okay, if I have really high, intense anomalous area, like in the northern part of a region for potassium counting, is it like really correlated with the copper or not? But detailed geological map shows, okay, it's also related to Shoshonitic. Mm-hmm. So you did sort of a verification based on your expert knowledge. Yeah. The main variable that explains stuff is the lithological map, in fact, it seems, in the list you give. یه برسه اکسپرتی خودت پس یه کورلیشن یه رابطه ای رو تعریف کردی اونجا فکر کنم یارو قانع شد acknowledge that that is a true source of data, but if you put three experts in the field, they come up with three different maps. There were real tests done with soil maps with that. So if the lithological map is important for your Vicor map, how certain are you then of the boundaries that or the zones that in the end show up in your Vicor method? I mean the Aster based lithological map is totally different. اینجوری داره این پرس حالا به این قضیه که تو استفاده کردی چقدر مطمئنی و چه جوری مطمئنی؟ That's a fair question. I would say based on the exploration targeting scale. So if you want to do really in detail, of course I need 1 to 5,000. Mm-hmm. And if I'm doing regional scale like this one, I think 1 to 100,000 should be cover okay. The details I want. And regarding the weights, of course geology has the highest, lithology has the highest score, but that's not the only score. So the sum of the scores should be 1. And other parameters also playing role. آه میگه یه پارامتر خیلی که از همه مهمتره رو من در نظر گرفتم. درسته که پارامترهای دیگه ای هم هستن. ولی من مهمترینش رو در نظر گرفتم. لیتولوژیکالی هم. And maybe a last question about this chapter. Your points are sort of, you have a certain distribution, a bit clumped they are, you went to a certain area. Would you suggest for somebody who would do this again to have a more random pattern so that you have more false positive, more false negatives, two positive? It seems a bit biased now towards areas that have a high copper. میگه اون ایریایی که انتخاب کردی به نظر بایس میاد. اگه یکی دیگه بخواد این کاری که تو کردی و بکنه بهش توصیه میکنی که یه مقدار رندومتر ناحیه ها رو انتخاب کنه برای این روش که تو انتخاب کردی. So would you suggest in hindsight or would you apply a much more random pattern for I would say yeah that's really fair point. I agree with you. The point is these points that you see in the figure page 38 are conclusion of 40 years of exploration within the area. So I've been using 40 years of effort mostly in first 2 years of کام داره از اون ناحیه‌ای که انتخاب کرده دفاع میکنه میگه 40 سال تمام روی این آزمایش شده و من تلاش 40 ساله رو بررسی کردم ranked really low but I realized recently that that's actually turned into a big mine. سورس رو فکر کنم تقریبا تو همه جا همینطوریه که تو میگی، یعنی اینی که گفتی و امین زندی هم منشن کرد که تقریبا دفاع تموم شده الان. آره دیگه فکر کنم همه جا تقریبا به همین جوری میشه. I appreciate that in the first and last chapters you make the link to copper exploration, you show that that doing drillings is very expensive compared to what you are doing, but drilling is not the end goal. The end goal is to establish a mine. So my question simply was, as a layman, what happens? How many? What is needed? How many drillings do people normally base a mine on? Because they are expensive, you can't do many, and still people decide to mine somewhere. So is your method that you propose not better than you think? Because it's also good enough to establish a mine. And without looking at the R square of 0.5, 0.56, and then suggesting a machine learning, which maybe makes it 0.7, but who cares? It's about where does the mine go, right? Where's the exploration? That's true. I would say it's multi-criteria decision-making method. Depends on how much money we are investing on the area, how much details we want from the area, how deep we want to mine.
So for instance for سرچشمه as the biggest mine in this region. سرچشمه رو در واقع بررسی کرده. کوههای کرمان. کوه 5 یا همچین چیزی. یه چیزش خوندم. شاید این سفر رو که چیز فردادم هست علامت تعجب فرداد بزنید تو چت میتونید ببینید. پایان‌نامه فرداد اینجاست، از اینجا لایو استریمش هم میتونید تماشا کنید. یه ابستراکشن پروفسور بلنفورد ببینیم چی میگه. About the study of copper and trying to validate it with field samples. Following on from Professor Yetten's question, if I was prospecting for copper, what would you recommend that I do based on your methods that you've used in your study here? And also highlight some of the limitations. شو گفتم من دنبال مس باشم، تو به من چه چیزی پیشنهاد می‌کنی؟ کاپر دیپوزیت. آره دقیقاً. خب سوال کلی پرس. خیلی سوال ساده و کلی پرسه. من لایک زدم چه بد موقعیم دارم لایک می‌زنم. لطفاً. If I was going to start prospecting and had no idea how or where to start. میگه فرض کنم هیچ ایده‌ای ندارم از کجا شروع کنم. First thing first, let's go to the geology and let's see if the region we are looking for copper deposit has the. میدونی چرا داره این سوالو میپرسه؟ نه. دلش اینه. نتایج پژوهش باید ساده و کاربردی باشد. با خودش صحبت کنه. اصل So we need to first go to the areas that have subduction zones and has the basics of copper formation condition. So then once you have that, then because you use a number of different methods and different data types, what kind of data or methods would you suggest I use next then? یه تو روش‌های مختلفی رو استفاده کردی، کدومش رو پیشنهاد می‌کنی؟ They're all I would say expensive, but I think the easiest way is to use remote sensing data plus geological maps and data we have to create hydrothermal alteration maps, but also those should be validated. So explain yeah, like I'm five. Satellite data are the primary, and then if they look, they show. دقیقاً آره. Explain like I'm five. Geochemical sampling. منظورم همینم دقیقاً. And then also geophysical investigations at the same time. Depends from which angle we want to target the deposit, how we want to target it. Great. خب خیلی چیز مهمیه. Explain like I'm five. خیلی چیز مهمیه. Throughout your thesis, you don't really highlight some of the big limitations that you face. So what are some of the key limitations you faced identifying copper? هلند دانشگاه. هلند دانشگاه توینته اگه. I would say, well, I could have mentioned because it's for chapter 2, the biggest limitation is biggest strength actually. So based on the knowledge currently we have tried to map this area. The high potential areas, but from the other side, by updating our knowledge and understanding more about copper deposits, we understand okay, these models are getting maybe a bit old, and new models should be defined and introduced. So that's for the. ازش پرسید بزرگترین محدودیت پژوهشی چی بود؟ پژوهش داشتی چی بود؟ که با این اول جواب داد که بزرگترین محدودیتمون اتفاقا بزرگترین نقطه قوت این تحقیق حالا داره توضیح میده. About 0.8 0.9, I think I would be really happy, but that's because of the geological complexity limitation in the number of samples. These data are regional scale data and they are not fully effective for local scale investigation, so these are the limitations that could be improved for the future studies. And how would you improve them? Would Definitely new data to be collected. For the modeling. و حالا ازش پرسید چجوری می‌خوای بهترش کنی اینو دوباره؟
apply artificial intelligence methods. تو گفت بعد دیتا اطلاعات جدید به دست بیاریم راجع به چی شو داره توضیح میده. Fit the data. For satellite data of course hyperspectral data if they get available freely. و هوش مصنوعی استفاده میکنن دیگه. هوش مصنوعی استفاده نکرده یا یه جور دیگه استفاده میکنه؟ به هر حال مدل داده دیگه. وقتی مدل داره دیتا ستاش زیاده، ابزارهای جدید پژوهشی خیلی اکیوریت ترن، دقیق ترن. Thank you very much. معلومه که ساتیسفای شدی با انسرش. Thank you, Professor Blanford. Are you satisfied with these answers? I am satisfied. Thank you. Very good. May I ask Dr. Yusen to ask his questions, please? Dr. Yusen, ببینیم چی میگه حالا. هر کدوم دارن یه سوالی میکنن. به اسمم صداش نمیکنم. میگن Dear Candidate. کاندیدای محترم. I have a question regarding your choice of your data training areas. I notice that in figure 20 you've got training data areas for lithological classes and also for alteration zones. I was just wondering if you've got any comments to say about the possible issues or consideration in this area for transported cover affecting بچه ها فرداد از بچه بود که با من کوچ داشت و داره هنوز، دو جلسه دیگه هم مونده. همون جکی رو هرالده بود که الان رسیده به آرکان. جکی رو وایورن فقط بازی میکرد، لاین پوش میداد اگه یادتون باشه. الان جلسه دفاعشه توی رشته اکتشاف معدن توی دانشگاه توینته هلند، اگر اسم شما توینته توی هلند. الان داره دکتراش رو دفاع میکنه اگه جدید اومدید. 50% for testing and 50% for validation, but here I just use 30% for validation. یادت اومد؟ Of course definitely one measurement is not a measurement. So I have randomized 4-5. واقعا حیف این همه استعداد. داداش شور داره تو هلند دفاع میکنه دیگه، چی حیف؟ تنها چیزی که حیف نیست چیزیه که داریم میبینیم. جای درستیه دیگه، داره دفاع میکنه. پی اچ دی ش هم داره میگیره. Related to that, you figured 6, sorry, of page 24. این دو نفری هم که کنارشن ساقدوشاشن. توی دفاع تو ساقدوش داری هست، احتمالاً هم دانشگاهیات، و اون سمت چپیه سالبالایی خود من توی دانشگاه تهران، معدن دانشگاه تهران میخون. کاش یکی از بچه های معدن دانشگاه تهران رو میآوردم با خودم تو استیرین. ایدی دیگه تخصصی میشد. واسه وایس اون میبسم. آره من نمیخواستم خیلی تخصصی کنم، بیشتر میخواستم فضای آکادمیک، خصوصا فضای آکادمیک دکترا، خصوصا فضای آکادمیک دکترا تو هلند. و الان شما یه نمونهشو ببینید که حالا بچهایی که میان اینجا هم من کوچ میگیرن، شما کک دبلیو ها رو همینجوری تو چت اسپم میکنید، تو ریل لایفشون دارن با چی دست و پنجه نرم میکنن تو زندگی واقعیشون. این یه فریم از زندگی واقعی یکی از بچه‌ای که لاین پوش نمیداد، هرالد بود، چشام داشت میسوخت. یادتونه دیگه، حالا یادتونم نیست، ویدیوشو بعد بعدم ببینید. Alright, just one last question just regarding if you were to do these modeling techniques in other areas, can you think of methods to actually take into account these issues of possible alluvial colluvial cover distorting your training. اصلا محیط‌های آکادمی خیلی چیزه، میگم برای یه سری اصلا ما خیلی استرس ها و ترسناکه این. I would make a separate model for برای این محیطی که الان داره توش این دفاع صورت میگیره، اصلا محیط ترسناکی از نظر من نیست. الان خیلی کاملا ریسپکتفول، ساینتیفیک. به قولی که بچه‌ها تو چت یه رو اگه بخواد سوال بپرسیم میگه may I ask. Thank you Mr. Beadle. Thank you Master of Ceremonies. اومد گفت آقا بس دیگه. جالب، یه اتفاق جالبی که میفته، من شما بیشتر دیلی دارم.
تو میگی بعد من میبینم چه اتفاقی میفته. آه یه ریفرش ریز فکر کنم. الان دوباره I adjourn this public meeting of the doctorate board of the University of Twente. آها این جاجشونه. خیلی رسمی اومدن سوالاتشو پرسیدن و رفتن. دقیقاً برای اونایی که توی محیط آکادمی نیستن یه همچین حسی ممکنه داشته باشه، ولی توی این محیط که باشی دیگه عادت داری دیگه، انقدر این شکلی دفاع میبینی و دفاع شبیه این باید بکنی که عادت بکنی. پس یه تایم لیمیتی هم داشت، تایم لیمیتی داشت که داورها میتونستن سوال بپرسن. آره آره، توی تایمش مشخصه، سر تایم باید بیخیال شن. به منم آره. گفت 45 دقیقه، نمیدونم چقدر. همین قدم شد. The board is reviewing the dissertation. The stream will resume in about 15 minutes. میگه آقا یه رو حالا تو ایران این تیکش خیلی بامزه است. تو ایران عموما این تیکه شما رو بیرون میکنن، نه اینکه برد بره. مثلا آفرین. دفاع تموم میشه. آره آره آره، میگن بری. راست میگی. دیسرتیشن میشه همون پایان نامه. آره تو ایران تو یه تیکه میگن خب مرسی که همه مثلا خانواده طرف دانشجو رفیقا همه برن بیرون، استادا میخوام هم صحبت کنن نمره بدن. آره راست میگی، چیز جالبی گفتی. اینا خودشون رفته و شما بشینید، ما میریم بیرون صحبت میکنیم. ما میریم بیرون نتیجه رو بهتون اعلام میکنیم. چت هم بذار بیارم اینجا. بخواستم شما اینو این محیط آکادمی رو شما ببینید، حالا خصوصا محیط آکادمی تو خارج چه شکلیه، واقعا فرق داشت. یعنی من تو دانشگاه خودمونم دفاع دیدم دیگه، حالا حتی دفاع دکترا، دفاع نمیدونم ارشد، دفاع کارشناسی، چه تو دانشگاه آزاد چه تو دانشگاه تهران من دیدم. حتی فکر کنم شریفم، نه شریف ما مطمئن نیستم، یادم نمیاد چون مال خیلی وقت میشه، ولی دفاعهای مختلف دیدم، به شدت متفاوته از دفاعهایی که حالا ما تو دانشگاهی مختلف داریم. یعنی به شدت متفاوته نحوه برخوردشون، نحوه ببین در کل سیم کانسپت، یعنی همینه، همین اتفاق میفته، ولی یه سری میگم تفاوت‌های ریز بسیار زیادی دارن دیگه، از نحوه رعایت کردن ادب، نحوه سوال پرسیدنشون، منظم بودن داورها، منظم بودن مراسم، نمیدونم دقیق سر وقت بودن همه چی. اینجا هم بس سر وقت باشه، ولی اینجا واقعا خیلی دقیقن. و اینکه اصلا استریمش میکنه خود دانشگاه خیلی چیز باحالیه. من خودم توی دانشگاه خودمون زمان ما که نبود، اگرم الان هست من خبر ندارم یه همچین چیزی. یعنی مثلا بیاد اینجا بگه آقا الان دفاع فرداد مقصودیه و این مثلا پی اچ دی استودنت تو دیپارتمان مثلا فلان اپلاید ارث ساینس، که مثلا این شکلیه، یه ابسترکتی بنویسه و بگه آقا در این مورد، و اگرم میخواید لایو ببینید لایو استریم از اینجا نگاه کنید. اسم مقالش هم هست Quantitative Models for Porphyry Copper Exploration. این پروفیری رو من احتمالا تو گوگل ترنسلیت که چیز درستی براش پیدا نکردم، ولی یه همچین پورفیری هر یک از گرانیت های تزئینی مختلف یا سنگ های آذنی سلام یا کریستال های درشت مانند فلان فلان یا زمین یا فلان است. خب اوکی، گرانیت های یا سنگ های آذرین یا حالا یه نوع سنگ دیگه، ما براش کلمه فارسی نداشتیم. حالا حدس میزنم طبیعتا این تیریپیه که تو از روی خاکه با عکس های ماهواره‌ای میتونی تشخیص بدی و اون سنگ هایی که رو ستوان تشخیص بدی که اون زیر چه منابعی وجود داره احتمالا. نه یه باید که تونتون میگم ها. آره کمرات هم یه ذره میدی بالاتر. بالاتر؟ آره عالی شد اگه بشه. یعنی الان خوبم؟ بهتر شد. آره. خوبه؟ ببین ما دو تا بریم اینجا ساده نگاه کنیم بهش، دو تا لاین داریم دیگه، یکی مدیکاله که اصولا دکترهای
دکترای تخصصی مستقیمه، یعنی تو مثلا میری دندون پزشکی 7 سال 8 سال بعد میشی دکتر دندون پزشک، میری پزشکی میشی دکتر پزشک عمومی. حالا میتونن همه اینا تخصص هم دارن، میتونن برن اسپشیالیست بشن. این مدیکال، حوزه مدیکال رو بذاریم کنار بقیه رشته ها، مثل روانشناسی، مثل مهندسی مکانیک، مهندسی معدن، کامپیوتر، هنر، سینما، اینا تو دکترا میتونن ادامه بدن به شرطی که اون کشور یا شهری که توش زندگی میکنن اون مقطع تحصیلی عالی، مقاطع تحصیلات تکمیلی که بهش میگن مستر، ارشد و پی اچ دی، دکترا رو داشته باشن فرضاً. اوکی، تو ایران که خب هممون میدونیم چه جوری، سه بار بعد کنکور بدیم. 18 سالگی کنکور میدیم میریم لیسانس، دوباره کنکور میدیم میریم ارشد، دوباره کنکور میدیم میریم دکترا. خارج از کشور خیلی از کشورها کنکور ندارن، یعنی عملا شما تو مقطع ارشد و دکترا باید موضوع پژوهشی جالبی داشته باشی، اون رو ارائه بدی و اون دانشگاه مقصد مثل اروپا با موضوع تو حال کنه، تو رو فاند بهت بده، یعنی تو کارمند دانشگاه میشی، حقوق میگیری بابت دورانی که تو اون دانشگاه داری به تحصیل و پژوهش میپردازی، مثل کاری که دوستمون کرده. یعنی ایشون بابت این پژوهشی که تو دانشگاه توئنته احتمالاً انجام داده یک حقوقی هم دریافت کرده که اونجا روزانه پژوهش کنه، کار کنه. احتمال خیلی زیاد فرداد عزیز تی ای بوده، تیچر اسیست بوده، یعنی به دانشجوهای مقطع لیسانس و ارشد درس هم میداده در کنار اینکه بگو اسمشو داشته خودش پی اچ دی شو میگذرونده. آره، حالا چی شو دیگه توضیح بدیم، یعنی چیش مبهم میتونه باشه. ارشد و دکترا عموما تکمیل کننده اون دوره لیسانس در موضوعات جدیده و تخصصی تر و ریزتر دیگه، یعنی هی مثلا آره. ریزتر میشن چقدر... خاص. آره ده. اول لایو هم گفتم هر چقدر میری جلوتر درس خوندن امتحان دادنت کمتر میشه، مقاله علمی پژوهشی نوشتنت، ریسرچ نوشتن، پروپوزال نوشتن و اینات بیشتر میشه. واحد کمتر دیگه... پاس میکنی، بیشتر خودت تحقیق آره. میکنی و ارائه میدی. آره کردیت کم داری برای پاس کردن، اونقدر کردیت ها یا اگرم هست با... حالا یه سه بامزهی که وجود داره اینو من میدونم، مثلا تو ایران حتی تو دکتراتو مثلا باید بری مثلا 4 ماه از اول مهر تا دی ماه بشینی سر کلاس، مثلا 40 ساعت حالا تو رشته های ما مثلا آسیب شناسی پاس کنی دوباره، که عموما هم مطلب جدیدی نداره، همون قبلی مطالب قبلی هست. ولی اینجا مثلا میدونی چه جوریه، مثلا یه های کردیتی دانشگاه ارائه میده 20 ساعت اصلا هم آنلاینه، ولی تو موظفی باشی و موضوع واقعا جدیده، مثلا یه پیپره، اصلا مثلا یه پیپر جدیده میخوان تدریسش کنن یا ارائهش بدن، تو باید باشی اون کردیت رو آنلاین. مثلا تو کرونا، حالا احتمالا الان کلاس های حضوریشون، یعنی کردیت های حضوریشون هم بیشتر شده، تو کرونا همه چی آنلاین شده بود دیگه، باید باشی اونو گوش بدی، شاید امتحان هم ازت نگیرن آخرش، ولی تو موظفی به عنوان اون ریسرچ اسیستنت اون استاده توی اون دانشگاه تو مقطع تحصیلی دکترات این کردیت رو گوش بدی، یادش بگیری. اینجوری هم به خاطر همین هم هست دیگه، که الان مثلا ما وقتی که داریم دفاع فرداد رو گوش میدیم خب خیلی چیزاشو متوجه نمیشیم، طبیعیه که متوجه نشیم چون موضوع بسیار تخصصیه. یعنی اگر فرض کن فرزن الان لیسانس ایشون بود و داشت دفاع میکرد ما میفهمیدیم احتمالا 90% داره چی میگه، مثلا داشت میگفت یا معدن چه شکلیه چه جوری کار میکنه مثلا، ولی الان دیگه موضوع اینه که چه جوری هزینه رو کاهش بدم، به قول تو انرژی پاک بیشتر مصرف بکنم، نمیدونم آسونتر به کشف معادن برسم، مدل ارائه داده. خب پیچیده است دیگه، واقعا پیچیده است، مخصوصا که متدولوژی ها، اینم بگم شاید برای بچه ها جالب باشه، چون فارسیش رو بگیم، شیوه های پژوهشی رشته های مهندسی با شیوه های پژوهشی که تو حوزه های علوم انسانی مثل روانشناسی استفاده میشه عموما تفاوت داره، و عجیب هم نیست که تفاوت داشته باشه. تو علوم انسانی تو با آدم سر و کار داری، عموما شیوه های پژوهشی که استفاده میکنی نمونه گیری های انسانیه، یا به صورت تصادفی یا به صورت غیر تصادفی ابزارهایی هم که استفاده میکنی عموما پرسشنامه است و مصاحبه و نهایتا مداخلات روانشناختی. آره
ولی خب تو فنی مهندسی اصولا شیوهات خیلی فرق میکنه دیگه. مثلا متدی که ایشون استفاده کرده سمپلینگ از نقشه های جغرافیایی بوده، تصاویر ماهواره‌ای بوده، اینجوری که ما متوجه شدیم تو دفاع آره اومده یه سری نمونه از ایران یعنی نمونه خاک و سنگ و اینا برداشته آورده ایران. من یه جاش فهمیدم که بعد از اینکه نمونه هاشو بررسی کرده فرستاده برای یه لابراتوار دیگه، یعنی یه جای دیگه تو دنیا بوده که اونا تخصصشون این بوده این نمونه ها رو بررسی کنن و ریزالت رو به ایشون بدن. مثل اینکه تو میری آزمایش خون خونت یا خودت آزمایش خون نمیگیری، میری آزمایشگاه، اونم نمونه هاشو داده به یه آزمایشگاه خارج از محیط تحقیقاتی خودش. فکر میکنم یکی از پرسش ها در مورد این بود اگر اشتباه نکنم، شنیدم آمریکا. اونجا بررسی کردن، دیتا رو به ایشون برگردوندن، دوباره رو اون دیتایی که برگشته دوباره کار کرده. خب واقعا زمان بره دیگه، نریم 4 5 سال طول میکشه واقعا این کارا رو بتونی جمعش کنی. تازه اگه کل 4 5 سال تو کار کنی، خیلی ها مثلا چون مثلا 2 سال آخر جدی میگیرن. آره دقیقا همین رو می‌خواستم بگم. یکی از فشارهایی که رو بچهای پی اچ دی هست فرقی نمی‌کنه تو ایران یا خارج از کشور، اینه که تو همزمان هم باید درس بخونی، هم باید درس بدی، هم باید چند تا پیپر بنویسی، هم یه عالمه پیپر باید بخونی برای اینکه اون پیپر یا عالمه پیپر باید بخونی همزمان اصول بعد تو اروپا و... یعنی ایران این شکلی نیست خیلی، ولی تو خارج از کشور این شکلیه. تو داری پایان نامت رو پیش میبری، محله به محله پیپرات رو چاپ میکنی قبل از اینکه به پایان نامت برسی. یعنی مثلا ریسرچ یک، پژوهش یکت که تموم شد پیپرش آماده میکنی چاپ میکنی، ریسرچ دو، پژوهشت که تموم شد پیپر اونو چاپ میکنی، مجموعه این پیپرها نهایتا میشه اون دزرتیشنت که میری ازش دفاع میکنی. ولی تو ایران عموما این شکلی که پایان نامه رو تموم میکنی بعد میری تازه پیپراش رو چاپ میکنی، بعد پیپرات که چاپ شد میتونی بری دفاع بکنی. یه ذره از این داستانا هم باید تحقیقات استادم انجام بدی، هم باید تحقیقات استاد تو ایران. آره این کتابرم برام ترجمه کن. آخ همه زخم خورده. آره من خدا رو شکر استادم اینجوری نبود. یه جمله یکی نوشت الان دیگه کسی خودش مقاله نمیده، هوش مصنوعی براشون میزنه. نه واقعا همچین چیزی نیست بچه ها. هنوز AI تکست بات ها یعنی چت بات هایی که بر اساس ورد جنریتورن توانایی جنریت یک مقاله علمی پژوهشی رو به اون دقت ندارن، یا اگه وجود داشته باشه در دسترس عموم قرارش ندادن. دو خصوصا برای دکترا. نه اصلا یه چیز دیگه بذارید بگم، اکثر پابلیشرهای خفن دنیا مثلا فکر کنم مثلا نیچر ساینس یعنی مجلات علمی پژوهشی معتبر دنیا، خب تو وقتی براشون یک مقاله رو به عنوان یک آفر میفرستی چکش میکنن. یعنی اگه بفهمن AI generated ریجکت میشه مقالت، نمیتونی بدی به یه ربات بگی آقا اینو برای من بنویس، اصلا چیزی نمیشه. میتونی ازش کمک، ولی میشه کمک گرفت. اتفاقا به نظر من در آینده هر کی بتونه بهتر کمک بگیره برنده است، در آینده خیلی نزدیک. دقیقاً هر کی بلد باشه با هوش مصنوعی کار کنه براش پرکه. خب آقا اینا دوباره برگشتن، همین داری استریمو؟ بله دارم میبینم. این بچه این فرداد وسطیه، این یکی هم که همون پسر هست که گفتم سال بالا این بود تو معدن دانشگاه تهران، فکر کنم دوتا هم میزدیم، مطمئن نیستم، یا تو سایت بود همیشه ما دوتا میزدیم. کمره ها رو بیارم پایین این دوباره. نتیجه اخلاقی همه کسایی که دوتا میزنن یه موقعی پی اچ دی. الان دیگه احتمالاً بخوان در واقع نتایج گفتگوشون رو اعلام کنن و نمرش رو بدن و بهش تبریک بگن و... بیا جلو. The doctorate board of the University of Twente represented by us has examined your dissertation and heard your defense. The committee of deans has decided in accordance with article 7.18 of the law on higher education and scientific research to admit you to the degree of doctor. Ooh. I request the promoter to carry out the appointed task. قبولش کردن.
7.18 نمرش بود از 10. نمیدونم چند بود. من دیلی هم دارم. تو میگی من بعدش میبینم. The degree of doctor and all the rights that are attached to this degree. As evidence of this, we present to you this diploma signed by the Rector Magnificus and your promoters validated with the seal of the University of Twente. دیگه از این به بعد دکتر فرداد داریم چت. فرداد در آرکان ویدیوی بعدی. آقا دمش گرم. آقا دمش گرم. بهش خسته نباشید میگیم. کلاب واقعا. اگه موقع این آره کلاب داره فرداد عزیز. تو به احتمالاً ویدیو رو بعدم میبینی. آره. من از طرف خودم و نریمان دمت گرم. به تبریک میگیم. خستم نباشی. کلی زحمت کشیدی. آنستلی نریمان این تیکه از یعنی از 17-18 سالگی طرف زحمت کشیدی تا این لحظه. خیلی هیوجه. خیلی گونده. آها اینا براش نگه داشتن. ساق این دوتا ساق دوشاشن. Dear learned Dr. Maksudi Mut. Let me congratulate you also on behalf of the university on your acquired dignity. From now on, you have the right to use the title of doctor. This title implies that society can rely on the quality of your judgment, that you will act with integrity and transparency, and that you will communicate independently about the results and the social relevance of your work. از من میتونی قبل اسمت بنویسی دکتر و این نشون دهنده یک کوالیتی، یک کیفیتی از تجربه و پوزیشن اجتماعی تو. من میشه میگم تحصیلات سوشال استاتوس به آدم میده. دیگه بهش میگن دیر دکتر. Dear Fardat, finally the day has come. You contacted us, what is it, 6 years ago I think. 6 سال پیش اومده اینجا. A nice lengthy email, I think representative of who you are, full of ideas, saying like, I worked with your papers in my master's degree, and this is where I would like to do my PhD. When can I start? Bit exaggerated, but that was approximately the tone of the emails that continued over the months. And as exemplary for you, I think you gave us at a certain moment like 5-6 different PhD topics. Oh, as بین 5-6 تا PhD topic این انتخاب شده. Geophysics, geology, remote sensing, geochemistry. PhD student یا PhD topic? Topic. All the way to the moon. So we had to be الان شنیدم. دو ثانیه من از شما دیلی دارم نمیدونم چه. That happened. It took a while still because there were all kind of problems in getting started. You wanted to leave early but there were some restrictions on flying, then time ran out so you were coming extra quickly. And I think this beautiful bubbly chaos is exactly what also describes you. داره پروسه گرفتن مدرکش خاطر بازی میکنه. آره. میگه مثلا این کیاس و این چیزی که تو این گذشته داشتیم شخصیت تو رو داره تعریف میکنه که یا ایده های خیلی زیادی داشتی برای اینکه مثلا کارش کنی. And then you say like, with next meeting you came in, ah no, forget about it, I have something else. And that went on and on and on and on. And in that whole flow of ambitions, ideas that you had, we managed to get this beautiful thesis out. And your situation is also a bit special. You struggled a lot coming from Iran. Trying to get here was already troublesome. While being here, it was also not always easy on the home front. میگه کلی بدبختی کشیده از ایران بیای اینجا. اینجا هم کلی دردسر داشتی که اینجا بمونی. Fits so well to you, your family, and your situation. Because our president of the university was together yesterday in a bit of a debate with our minister of science, culture, and education, and they were talking about investments in education.
And okay. They were both agreeing, well, basically the only point they were agreeing upon, not a, there were more, but چقدر صمیمی شدن دیگه همه. The point where they agreed was that the best investment that you can do is invest in education. That will always bring you the biggest reward. با وزیر ساینس و خلاص اینا صحبت کردیم در مورد اینوستمنت، میگه بهترین چیزی که روش بشه سرمایه گذاری کرد علم ساینس. امیدوارم بابات یه جای آنلاین مثلا ببینه اینو. حتما دارم میبینه خانوادش. باباش خودش استاد دانشگاه. And you were actually a self-funded PhD student with the support of your parents, the support of your family. They sent you over here investing in your education, in your future. And I hope that by you graduating today, they see that this was one of the biggest rewards. چه عشقی داره میکنه باباش الان. I also know آره. That, and that I think also speaks for you, that you were in the end getting a bit in a rush. And that was one thing, concern for the family financial matters, but also because your sister also wanted to study. And if you would hurry up a bit, there would still be a possibility that she could also go. And as far as I understood, she also managed now to go into further education. And چی شده خواهرش هم اینجا چیز میکنه درس میخونه؟ من نرسیده صدا به We have also talked about a lot today about accuracy and repeatability, transportability. And while this was the main topic of your thesis, it was also your character that was struggling with all these concepts. Because you like to explore how well all these products were, and you saw clearly that they were not ideal. The accuracy and especially the assessment of accuracy throughout the process was not always accuracy either در مورد دقت توی همون کاهش ریسک معدن و اینا پیدا صحبت میکنه. میگه اینا این پارامترهایی که تو انتخاب کردی باش درگیر بودی خیلی با شخصیت خودت هم در ارتباطه. تقریبا داره ازش خیلی رسمی و چیز تعریف میکنه دیگه. And this I think shaped you a lot because you started to realize how other people are struggling with their research. It's not only about the product, but it's also how you get to a product and what you confidently can share as a part of صداشو نمیتونم زیادتر کنم. چت نمیدونم چرا. And you grew over time realizing that there is a continuous scientific debate. There is no right and wrong. There is always this part where you need to find each other. ببین یه چیزی من اینجا دوست دارم همینجا که این آقای داره حرف میزنه بگم. ببین چقدر مایندست این آدمایی که اونجا و روبروی این آدم وایسادن درسته. یعنی فارق از جنبه آکادمیک و پژوهش ایشون الان داره در مورد این که تو این 5-6 سال چقدر پرسونالیتی تو تا شخصیت تو داری چقدر مچورتر شدی، چقدر پخته‌تر شدی صحبت میکنه. و خب یکی از اهداف تحصیلات در واقعیت اینه. But there you were walking around with a magnetometer and well you have seen the movie yourself it was an example صدا من میاد نریم آره صدا میاد داره در مورد اینکه خودش چقدر شخصیت پخته تر شده این 6 سال صحبت میکنه. Thank you very much for your time here for your very enthusiastic bubbly enthusiasm. It was one of the more creative all over the place PhD researchers that has resulted in a very coherent very thorough, very nicely written PhD thesis. Congratulations, good luck in your job. The funny thing is you're now actually in data management, working on accuracy, proper transferring of data. So I think you have come a long way making this now your next profession. I think it suits you well. Congratulations and good luck. Nice. Thank you, Professor van der Meijden, for such a very nice laudatio. It's also my pleasure and honor on behalf of the university, the faculty, ITC and myself. دیگه جاجشونه دیگه گونده شونه چت. Masoudi Mood, you have to get used to Dr. Masoudi Mood.
دکتر مقصودی بود. On this achievement. And it's nice that you have a hammer on your dissertation, because it sort of represents the old and it represents the new and it represents the reality and the confusion of a field as opposed to the nice things you can always اگه نشون بدن حتما سورس رو نگاه میکنی. I think it's a nice symbol on your thesis. Your topic is very multidisciplinary, and I guess that's why, if you look at your acknowledgements, you have acknowledged at least 50 people to help you with your research. So you have a lot of. منم تو ریسرچش هستم چت. منم تو ریسرچش هستم ازم تشکر کرده. Keep that enthusiasm because I think enthusiasm and this intrinsic motivation are really very important in life. I also wish you a lot of success in Delft with your continuing your work. I take this opportunity also to thank the members of the committee for their work. Without them being present today, but also not being assessing the thesis. امینو از دست دادیم. از 15 نفر توی مقالش تشکر کرد. I'm not sure if still with us, but thanks a lot for that. And I'd like to end with a quote from you, which you passed on to us today. It says, first things first, let's go to geology. I think keep that in mind and you'll be successful in life. First things first, let's go to geology. But now I think we have to go outside, have photographs and enjoy the reception. من ببینم امین so چی شد. For the last time, can I ask the young doctor and his pioneers to take their seats in the audience? امین. امینو از دست دادیم. بکنم نتش قطع شد. ایراد ندار چت. من هستم باید. Ladies and gentlemen, we're going to file out in a slightly different way. The beetle will be followed by the young doctor and the paranims, and then the committee, and then the rest of you can find your way outside of this room. I close this public meeting of the doctorate board of the University of Twente. And now ben ik benieuwd of ons buiten collega nog... Het is al een tijdje een leeg beeld. Het werd steeds minder. خب این دیگه مراسم بعد از قبولی دفاع میگه که اینجوری پشت سر هم واسین خیلی حرفای قشنگی میزن استادای ما از این حرفای قشنگ نمیزنن خیلی کلمات دقیق و چجور بگم درستی رو انتخاب میکنن یعنی آن پوینت کلمه به کلمه صحبتاشون کلی معنی داره آفرین واقعا حاصل 6 سال چت 6 سال درس خوندن تو هلند شد این چیزی که میبینین من واقعا بهش افتخار میکنم دمش گرم حلالش باشه دیگه از این به بعد بابش میگیم دکتر فرداد میگم آیدیشو عوض کنه به اسمش آیم فرداد توی تویچ میگیم آیدیشو بکنه دکتر فرداد از این به بعد برای همه کسایی که دارن برای هدفشون تلاش میکنن همچین لحظه ی آرزو میکنن و برای فرداد خیلی خوشحالم واقعا آفرین منم همینطور گیگا فرداد بر اضافه کنی آره دمش گرم واقعا دمش گرم فرداد که اومد و از پایان نامش هم بالاخره دفاع کرد و دیگه دکتر شد و تموم شد و من حالا یه ذره بفرمایید شامی میشه ولی فهم کنم این فیدبک بد نیست بچه هم بشنوم اولا یه چیزی دقت کنیم چقدر این جلسه دری شروع شد دقیق برنامه‌ریزی شد بیست آن تایم تموم شد گفته بودن 4 شروع میشه راست 4 این جلسه شروع شده بود نهایتا ما ها فهم کنم با 1 دقیقه دیلی افتادیم تو لایو راست 4 دقیقاً راست 4 شروع شد اگه 1 ساعت من متوجه نشدم گذر زمان اگه 1 ساعت بود دقیقاً هم توی 1 ساعت تو همون تایمینگ تموم شد کاش ما هم تو فرهنگ خودمون تو جامعه خودمون یاد بگیریم که برنامه ریزیامون انقدر دقیق باشه
و همه چی حساب کتاب شده باشه. همونطوری که چند تا بچه‌ام تو چت اشاره کردن، این دفاعی که ما دیدیم دفاع فاینال شده است بچه ها. یعنی برای اینکه وقت به هدر نره، قبلا طی یه سری جلسات اساتید راهنما، اساتید داور، مشاور، خودی به قول تیم پژوهشی کاندیدیت، یعنی فرداد عزیز، با هم چک و چونه هاشون رو زدن، کامنت ها رو گذاشتن، اصلاحات روی پروپوزال، پایان نامه، کانکلوژن، نتایج پژوهش انجام شده. اینجا فقط اومدن که پی اچ دی داکتریت رو بهش تقدیم کنن، حرفاش رو بشنون، کامنت های نهایی رو بدن. و این منظم بودنه، محیط، رعایت اون اصوله، برای من از هر چیزی جالب تره. به خاطر اینکه خب اگه تو فضای پژوهشی ایران بوده باشید، مثلا یکی از تفاوت‌ها این بودش که گفتم به نظر من با مزه بود، داورها سالن رو ترک کردن. آره. اینکه داورها بگن همه پاشید از سالن، حالا برید بیرون پشت در سالن، یا مثلا 20 نفر آدم و وایسن 5 دقیقه دیگه، خب دوباره بیاید تو. ببینید چه تعداد داورها کمتره دیگه از جمعیتی که اونجا هستن. این نظمه و رعایت یه سری اصول و استانداردهای نه پیچیده، بسیار ساده، مدل گفتگو کردنه، تونالیته صداها، پوششی که رعایت میکردن، تر و تمیز بودن، نه تو لول لاکچری بلکه یک استاندارد رسمی، قابل پذیرش رسمی برای همه. این خیلی برای من قشنگ بود، فارغ از جنبه آکادمیکش که ممکنه ما درکش نکنیم. یعنی خب پژوهشه ایشون یک پژوهشه که باید رشتت به حوزه استخراج و اکتشاف ربط داشته باشه تا متوجهش بشی، که خب اون اساتید داوری که اونجا نشسته بودن همشون هم استاد تمام بودن، یعنی فول پروفسور بودن، خب میدونستن داره چه اتفاقی از این لحظه میفته. این برای من از همه مسائل تو دیدن این دفاع دکترا برای من جذاب‌تر بود. نریمان، آره یعنی واقعا میدونی اصلا همین، این که یکی از بچه‌ها اشاره کرد، این که به هر کسی یه چیزی رو از حفظ نمیگم برای تبریک، مثلا از شخصیت طرف استفاده کرده برای اینکه بهش تبریک بگه، به هر کسی مخصوص خاص خودش طرفو میشناسن و با توجه به حالا اون پرسونالیتی که از طرف دارن فیدبک میدن بهش، و یه تبریک خاص مخصوص فرد طرف بهش میگه که اینم خیلی من خوشم اومد. واقعا دلیل داره نریمان، دلیل داره، به خاطر اینکه تو وقتی که دانشجو دکترا میشی توی کشور بجز ایران، تو 5-6 سال با اون تیم با اساتید تقریبا داری زندگی میکنی. دقیقا میفهمی؟ ببین زیاد چیز عجیبی نیست که ساعت 6-7 بعد از ظهر تو استادت از لب، لابراتوار، اونجایی که تحقیق و پژوهش انجام میدید، آزمایشگاه، بیایید بیرون با هم برید شام بخورید، دو ساعت دیگه هم با هم تایم بگذرونید. کی جرأت داره تو ایران به استادش بگه استاد باشه بریم با هم یه ساندویچ بخوریم، فلافل، یه فلافل دونون بزنیم، آره یه فلافل دونون بزنیم با هم گشتمونه. یا مثلا من یکی از دوستام پی اچ دی اکسپت شده بود کانادا، خب الان دیگه خیلی وقت باش در ارتباط نیستم، یادم استاده بهش گفته بود به من میدونم تو میرسی کانادا هیچ جایی نداری، بیا خونه من بمون چند روزی اولش که رسیدی، بیا خونه من تا کارات رو راستوریس کنیم و حالا یا تو دانشگاه برای جا بگیریم یا خودت بری خونه پیدا کنی. طرف میدونست آخه بدبخت برسه کانادا هیچ جایی نداره بره، شب باید بره تو مترو بخوابه مثلا تا فردا صبح. این جنبه های انسانی ماجرا، یا اونجایی که اون آخرش که اون آدم، من نمیدونم پوزیشنش تو دانشگاه توئنته اگه اشتباه اسمشو نگیم چیه، آره، که داشت پرسونالیتی فرداد و طی این 6 سال مچور شدن پرسونالیتیش و ارتباطی که بین فاکتورهای پرسونالیتی و فاکتورهای پژوهشش وجود داشت رو توصیف میکرد در مورد این آدم. این خیلی جالبه، چیزی که لااقل من تو تاریخچه آکادمیک زندگیم تو ایران تجربهش نکردم. هر آنچه بوده همون چیزی بوده که خودمون رو بسیار از بچه‌هایی که این لایو رو دارن میبینن تجربه کردن، اینکه چند تا بطری آب میوه بچینیم، نمیدونم موز و خیار و گوجه و اینا تکمیل باشه اونجا،
نمیدونم پذیراییمون چطور باشه، آماده باشیم که دو سه ساعت تروریز بشیم توی اون جلسه دفاعه. آره کفش باید یه گریه بکنی تا کار جمع بشه. این خیلی نکته مهمیه و این میدونی چیه؟ این مایندسته. به خاطر همین هم که عوض نمیشه. یعنی تا زمانی که ما بخوایم فکر کنیم فرایند دکترا، فرایند دفاع دکترا و فارغ التحصیلی یک دانشجو توسط اساتید باید به صورتی سختگیرانه باشه که طرف و پدرش رو در بیاریم، همینه. از اون ور اگه فکر کنیم من به عنوان استاد دانشگاه وظیفم چیه؟ آسون کردن این مسیر برای دانشجوم، یه مایندست جدا دیگه. ده. تأثیری هم که توی اون فرآیند 5 6 ساله میذاره جدا میشه. ببین یه جمله هست میگه که مثلا تو دانشجوی منی، طرف بزرگ میشه وقتی تو اینطوری چیز میکنی. من به تو میگم که what can I do for you نریمان، من استادتم، what can I do for you to help you، من چیکار میتونم برای تو بکنم که به تو کمک کنم. That's it. نه اینکه بگم این کارو بکن اون کارو بکن اینا انجام بده اونا، چیزی که مثلا آقا وقت نمی آره وقت نمیشه، مثلا غلط کردی وقت نمیشه، به من چه که وقت نمیشه، دانشجو شدی باید وظیفت انجام بدی. دقیقاً. آره. یا مثلا افسردم، حالم بد، فشار روحی روانی، که حالا اگه یه روز این فرصت شد توی گیمر سایکولوژی، حالا که این پیش درآمدی شد با فرداد صحبت کنیم، قطعا فرداد هم میتونه توی این فرآیند 6 ساله از استرسورها، افسردگیهایی که تجربه کرده، فشارهای روانی که بهش اومده توی این 6 سال صحبت کنه. آره حتما دعوتش میکنیم که هم راجع به این 6 سالش صحبت بکنه که چجوری بوده، چجوری تونسته گیم رو بالانس بکنه. حتی حالا با من فرداد شخصا صحبت کرده، ولی خب اون صحبت‌های شخصی دیگه. دوست دارم حالا خودش هر قسمتشو که دوست داره بیاد توی پابلیک، مثل پابلیک دیفنسی که اینجا داشت، بیاد حالا اینجا فارسی راحت‌تر هم هست، فارسی با خود کامیونیتی صحبت بکنه. حتی فرداد توی دیسکورد کارای مثلا تورنمنت هفتگی رو کمک می‌کرد، تورنمنت دوتا می‌ذاشتیم. یعنی میخوام بگم که از اون ور دنیا این ور فردا مثلا چقدر کمک میکرد، اینجا چقدر علاقه نشون میداد، آقا بیا مثلا تورنمنت بذاریم، بیا این کارو بکنیم، بیا مثلا فلان ایونت رو تو دیسکورد من منیج میکنم. یعنی فوق العاده پسر اکتیوی بود و هست. حالا در اسرع وقت پس توی بعد از این بونس یه جلسه میذاریم در مورد هم بالانس درس و بقیه زندگی، حالا خصوصا گیم و هم سختی های این چیزای آکادمی میشه این دیگه. دادش میشه این آقا چجوری تو هم دوتا بازی میکنی هم دکترا گرفتی؟ چون به نظر میاد 80% آدم ها به ما میگن ما اگه دوتا بازی کنیم نمیتونیم درس بخونیم. دقیقا. تازه الان رنکش هم که مید رنج دوتای دیگه، از کف 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 5 ماه پیش که با هم کوچ گرفت کف دوتا بود، پایین ترین رنک دوتا بود، الان اومده رو مید رنج، اومده روی اوریج. یعنی هرالد رو رد کرد، گاردین رد کرد، کروسیدر رد کرد، الان آرکانه، 4 تا اومده رو 4 تا دیگه هست، لجند، انشنت، دیواین، ایمورتال. یعنی دقیقا رو 4 از 8 9 هم چیزی درست. واقعا عالی بود دیگه، شدن حتما باش صحبت میکنی، شدنش میشه دیگه. آره این خلاصه نظر من بود در مورد این فرآیند دفاع. گفتم تیکه تخصصیش که اصلا صلاحیتش رو نداریم توش نظر بدیم به هیچ وجه، ولی اون استانداردی که رعایت شده بود که استاندارد پیچیده ای هم نبود، خیلی قشنگ بود، ولی خیلی به حال داد. تو مثلا همینو نگاه کن، تو فقط همینو اینجا شده شده اصلا این به ذهنم رسید، همین که دانشگاه به عنوان اون سازمان متولی این ماجرا این امکان رو به وجود آورده که تو بتونی جلسه دفاع دکترات رو لایو آره همین برای دیگران پخش کنی، پابلیک این یه چیز خیلی بسیار ساده بسیار مهمه. من نداری، من تو دانشگاه ایران ندیدم. داری؟ من ندیدم چیزی. ببین اینجوریه دیگه، اینجوریه دیگه. مثلا متاسفانه آدم خجالت میکشه بگه، یکی یه لپتاپ میاره بعد با اینترنت موبایلش مثلا هات اسپات میکنه
مثلا یه ده تو اسکایپ مثلا میان نه صدا رو درست میشنون. سایت دانشگاه تمام... هیچ استریم نمیشه، من ندیدم تو هیچ دانشگاهی. اگر بشه فکر نمی کنم ممکنه حالا تک و توک دوتا دانشگاه بشه، منم اطلاعی ندارم، ولی موضوع به این موضوع بس هم اینه، اینکه سیستم رو فراهم کرده باشی، میکروفونای اون اساتید رو ما صداشون رو از سالن نمیشنیدیم، صدای میکروفون اساتید رو تو استریم میشنیدیم. دقیقاً میکروفون داشتن همشون. همشون میکروفون داشتن. تقریبا ریل تایم بود، شما که داشتی 2 ثانیه زودتر از منم میدید. از من 2 ثانیه دیلی داشتم. ولی تو ایران نه، یه لپتاپ باز میکنن. مثلا ببین چیزایی که من دیدم اینه، حالا بچه‌ها اگه چیز بهتری دیدن، تو ایران یا لپتاپ باز میکنن مثلا اون استاده یا اون فرد تو اسکایپ آنلاین میشه، بعد فکر کن از میکروفون لپتاپ میخواد صدای یکی که 20 متر اونورتره رو بشنوه تو اون هیاهو. یه حالتش اینه، حالت سناریو بسیار بسیار بدترش اینه که مثلا یه استاد مشاور راهنما یا داور با گوشی میاد رو خط میذارنش رو اسپیکر. به خدا قسم مثلا یه سلام های دکتر حالتون چطور، سوالتون رو بپرسید. من اون مثلا اون برم پشت فرمونه مثلا صدا بوغ و اینا هم داره. یکی بچه یه دانشگاه توئنته بی خود نیست، تو رنگ تاپ 170 جهانه، نمیدونستم. مثل که دانشگاه خیلی خوبی هم هست پس. آره خیلی خیلی حال داد به من، تا حالا که من استریم این شکلی نداشتم، ولی به نظر من خیلی باحال بود. اینو حتما میذارم یوتیوب، اینو حتما میذارم یوتیوب. ویو هم کم خورد، ایراد نداره، همون آدمای کمی که اینو میبینن کلی اینسپایر میشن، به نظر من کلی کمکشون میکنه، بهشون انرژی میده و انگیزه میده، اونایی که حالا علاقه به درس و اینا دارن. آره واقعا این چیزی که امین گفت مثل... قابل توجه برای منم بود. بگو استاندارده نریمان دیگه، استاندارد یا فریم ورک. تو مثلا مثال میزنم الان برو به همین آدمایی که لایو دیدیشون ایمیل بده مثلا بگو آیا پروفسور فرانی من شما رو لایو دیدم، خواستم بابت زحماتتون تشکر کنم، ماکسیمم تا 10 ساعت دیگه ایمیلتو جواب میده. میدونی یعنی اینکه تو یک استاندارد داره. یا استاندارد یا فریم ورک شیوه نگریستنت به مقوله زندگی تو همه جا به صورتیه که یک تعهدی در قبال مثلا رفتارها و عملکرد خودت داری. من ایسی بگم اینجا مثلا برای اینکه بگم چقدر ماها بعضی موقع استانداردامون ضعیفه، یکی از بچه‌ها تو چت نوشت چقدر لاشیا انگلیسیشون خوبه. آره خواستم اونم بگم خب. من آره و من همون لحظه که اینو داشتم میخوندم مثلا این که نمیشه چقدر میگی چقدر لاشیا، باید بگی بابا دمشون گرم، کشوری که زبان اصلیش انگلیسی نیست مثلا فول پروفسورهای توی اون دانشگاه دارن همه به زبان انگلیسی دفاع رو انجام میدن، به خاطر اینکه زبان انگلیسی زبان اینترنشنال علمی دنیاست دیگه، نمیشه تو انکارش کنی. مثل چند وقت پیش یکی هم من یه پست یه استوری گذاشتم بنده کاش برام نوشته کاش زیرنویس فارسی داشت، من براش نوشتم کاش تو بری انگلیسی یاد بگیری. آره دیگه تموم شد کاش زیرنویس فارسی داشت. یعنی اگر الان چرا یعنی بس همینه، تو کدوم استاندارد ما به کسایی که دارن مثل بلبل آکادمیک انگلیسی صحبت میکنن میگیم لاشی؟ لفظش که شوخی بود ولی لفظه. جالبه دیگه، جالبه که این مثلا براش چی میگم بهش توجهش رو جلب کرده، اصلا دقیقا اونجا باید بتونی انگلیسی صحبت کنی. بعد دیدی هر کدوم از استادام یه لهجه مختلف داشتن، هم دقت کردی و همشون خوب حرف میزدن ها، ولی هر کی یه لهجه داشت قشنگ معلوم بود هر کی از یه جای دنیا اومده اونجا. آره یکی کاملا بریتیش بود، نمیدونم یکی نمیدونم فارسی بود، مثلا استاد خود فرداد انگلیسی حرف میزد ولی ما فهمیدن امین گفت این ایرانیه ها، معلومه. چهار نفر دیگه شون آره، دکتر رنجبر. آره آره فکر میکنم حالا اگه پیپرش باشه معلوم میشه که دکتر، فکر میکنم دکتر رنجبر احتمالا یا استاد یکی از اساتید راهنمای ایشون بوده یا یکی از اساتید مشاور این پایان نامه بوده، حدسم اینه. نه اینجا نوشته ننوشته ننوشته راستشو بخوای نه این
صفحه خودشه تو وبسایت دانشگاه، درست میگم؟ فرداد مقصودی، آره، ولی استاد آها نه بعد نوشته باشه دیگه، نوشته باشه اینجا. و جالبه، نمیدونم اونجا رو بودی امین یا نه، گفتش که تو اسم 15 نفر توی مقاله، ببین حتی اینم توجه کردن که چند نفر رو این منشن کرده تو مقاله، ازشون تشکر کرده، گفتن آقا تو از 15 نفر مثلا تشکر کردی توی مقالت و مثلا معلومه چقدر حالا داشت در مورد کامیونیتی و دوستاش و اینا صحبت میکرد اونجا که داشت با فرداد حرف میزد. بعد فرداد از من اجازه گرفت، گفت اجازه هست اسم تو رو توی مقالم من بنویسم به عنوان کسایی که توی این قضیه کمک کرد، و هست اسم من توی مقاله دکتراش هست و این خیلی بر من چیزه عزیزه. یه جوری احتمالا نوشته نریمان اسلامی، اگه میدونش نریمان کیوپیت خیلی باحال بود. نریمان اسلامی فکر کنم، خیلی حال داد خلاصه به من، گفتش آقا اجازه هست، گفتم معلومه که هست بذار، بس به عنوان کسایی که نمیدونم، حالا من که توی خود تحقیق کمکی بهش نکردم، ولی شاید مثلا منتالی شاید مشوقی بودم، فرایند دیگه، فرایند کمکش کردم، امیدوارم حداقل خودش اینجوری میگه، و این برای من خیلی عزیز بود، خیلی خوشحال شدم بالاخره نوشت اون چیزو دفاع کرد. مثل فایت کلاب همه شکل دوتا پلیئر داریم، دقیقا آره دیگه، دقیقا همینه اصلا یک باحالی کامیونیتی گیمرها همینه، به خاطر برخلاف اون تصور کلیشه‌ای جامعه که گیمرها یک گروه آدمای نوب عینکی لاغرن که نشستن پشت سیستم و هیچ کاری هم نمی کنن، نه یه تو کامیونیتی به این میرسی که نه، مثل بقیه پدیده‌های طبیعی زندگی کامیونیتی گیمر هم یه تابعی نسبتاً از نورمال دیستریبیوشنه، و تو میبینی بچه هایی که تحصیلات آکادمی که بالایی دارن، پزشکن، حالا شغل آزاد دارن، فعالیت های خیلی اجتماعی مختلفی دارن، گیم هم میزنن، یعنی مثلا الان تو کامیونیتی دو تا پلیر ها فرض الان بزنم رسید، آتش نشان نداریم، قطعا داریم اگه ما نمیشتسیم به این معنا نیستش که نباشه، پزشک نداریم قطعا داریم، پزشک متخصص نداریم، من بهت قول میدم داریم، و اتفاقا خیلی دوتا زده تو این مدت، خیلی هم بازی میکرد، کم بازی نمیکرد فرداد، چون به من میگفت یه میگفت تنها تفریحش مدت فقط دوتا بود، و مثلا میزد روزی 4-5 دست تا حداقل یه مدتی بازی میکرد، یه مدت آره، نه نمیرسید به من، مثلا میگفت من هفته ای مثلا 2-3 دست میرسم بازی کنم، ولی یه مدت نه زیاد بازی میکرد. آره چیز دیگه، وقتی فشار روانی ماها زیاد میشه، خیلی وقتا اگه فرصت شده شوشیم از طریق گیم اونو کانالیزه میکنیم، مثلا کار زیاد داری، تایم استراحت تو ترجیح میدی بری گیم بازی کنی، چون گیم بازی کردن خیلی هم آدم مایندفول میکنه، یعنی تو دیگه توجه تمرکزه در اینجا و اکنون رو اون بازیه است، نشخوارهای فکری تبه میرن، باعث میشه یه 2-3 ساعت مثلا بلند که میشی ممکنه خسته باشی، ولی مایندفول هم هستی تو اینجا و اکنون، یکی از حسنای گیمه اینه. آره من که تا آخر هستم با این کامیونیتی. دست خوش. آره خلبان دوتا هم داشتیم، یکی از بچه که میگه من دانشجو خلبانی هم، حسین فانتاسما هم که پلیر پروفشنال چیز بود، دوتا آره. ایران بود، اونم که اصلا خلبان هست آلردی، خلبان هست، پرواز میکنه، شاگرد هم داره، خلبانی آموزش هم میده، یعنی اون الان آره حسین که استاده برای خودش تو این صنعت. داروساز داشتیم دو جلسه پیش، گرمر سایکولوژی که در مورد داروها صحبت کردیم، اومدش دوستمون اسمش شدم رفته، اومد در مورد این صحبت کرد که دمتون گرم چقدر خوب بود و اینا. آره این استریوتایپ جامعه است، نه تفکر کلیشه‌ایه. آره خب آقا خیلی حال دادم، این واقعا خیلی حال داد، عشق میگم این، مرسی، خیلی خوشحال شدم از مرسی تو، مرسی از تو، بازم تبریک به فرداد، مرسی چت، تبریک فعلا همچون، خدا حافظ، جی جی، خدا حافظ.